من مریم فتوحی سرا دانشجوی حقوق هستم. روز 23 خرداد برای اعتراض از شهرستان به تهران رفتیم. ساعت 3 بعد از ظهر وارد تهران شدم و با دختر خالم از ترمینال به طرف خوابگاه دختران واقع در کوی دانشگاه حرکت کردیم. به خوابگاه رسیدیم، وارد اتاق مشترک دختر خالم و دوستاش شدیم. با بچه ها که مشغول نوشتن شعار بر روی مقوا بودن آشنا شدم و تا ساعت 6 با هم شعار نوشتیم. در طول این زمان فاطمه براتی با دانشجویان پسر از طریق تلفن هماهنگی میکرد. نزدیک 6:30 با همراهی قریب به 20 نفر از دانشجویان دختر به طرف دانشگاه تهران حرکت کرد. به دانشگاه رسیدیم و به خیلی جمعیت پیوستیم و شروع به دادن شعار کردیم. ساعت 8:30 حمله نیروهای یگان ویژه و موتور سواران و لباس شخصی ها شروع شد. ما دخترها برای کمک به دوستامون شروع به جمع‌آوری سنگ کردیم و به جمعیت می رسوندیم و بچه هم با آتیش زدن سطل آشغال ها و گذاشتن نرده سعی بر مسدود کردن راه برای ورود موتور سواران می کردن. درگیری تا ساعت 10 شب ادامه داشت. بعد از اون به علت فشار حمله نیروهای سرکوبگر مجبور به عقب نشینی شدیم و جمعیت به گروه های کوچیک تبدیل شد. من با گروه دیگه از بچه ها در حالی که شعار می دادیم به طرف کوی دانشگاه حرکت کردیم. ما تو اتاق بودیم که با سر و صدای بچه ها دویدیم تو حیاط. از لای نرده های در نیروهای گارد ویژه یه تعداد بسیار زیادی رو دیدیم.